سلام، میخوایم ببینیم که دیکسی آفست در آمپلیفایر چه معنی میده. من در اینجا یک آمپلیفایر رو به این بلندگو متصل کردم. اول میخوام یه لحظه مدار رو روشن کنم تا شما عمل کرده بلندگو رو ببینید و بعد براتون توضیح میدم که چجوری اتصالات رو ایجاد کرد. الان منبع تغذیه رو روشن میکنم. 12 ولت رو به مدار الان دستگاه روشن. به کمک برنامه فانکشن جنراتور میخوام یک سیگنال سینوسی 2 هرتز رو وارد مدار کنم. فعالش میکنم. شما به حرکت بلندگو دقت کنید. این الان با فرکانس 2 هرتز است به صورت سینوسی. من این مولتی‌متر عقربه‌ای رو حالت AC تنظیم کردم. به ولتاژی که وارد بلندگو میشه دقت کنید. حالا میخوام اندک فرکانس رو بالا ببرم. میبرمش رو کانال 2 که 3 هرتز هستش. به حرکت بلندگو دقت کنید. همونطور که میبینید بلندگو به سمت بالا و پایین داره حرکت میکنه. توی اسیلوسکوپ هم شکلش رو میبینید. حالا میخوام اندکی گین رو کاهش بدم و فرکانس رو افزایش بدم. خب گین رو کم کردم. حالا فرکانس رو زیاد میکنم. شاید کمی صدا آزاردهنده باشه. اسیلوسکوپ رو تنظیم کنم. دقت کنید. حالا اندکی گین رو اضافه میکنم. دوباره فرکانس رو کم میکنم. به لرزش پرده بلندگو دقت کنید. خب اینو متوقف میکنم. خب همونطور که دیدید وقتی سیگنالی وارد بلندگو میشه پرده بلندگو به سمت بالا و پایین حرکت میکنه. حالا اگر ما ولتاژ DC رو وارد بلندگو کنیم، یعنی خروجی آمپلیفایر ما ولتاژ DC داشته باشه، حالا چه مثبت چه منفی، باعث میشه که پرده بلندگو با توجه به ولتاژ اندکی به سمت بالا یا پایین حرکت کنه و در همونجا متوقف بشه. حالا وقتی سیگنال صوتی وارد میشه پرده بلندگو از جایی که متوقف شده بود به سمت بالا و پایین حرکت میکنه. این باعث میشه بیشتر از حدی که براش تعریف شده پرده بلندگو به سمت بالا و پایین حرکت کنه و به مرور زمان دچار آسیب بشه. به خاطر همین دستگاه هایی که ولتاژ DC در خروجی خودشون دارن غالبا بلندگوها رو خراب میکنن. حالا چجوری اتصالات رو ایجاد کردم؟ بلندگو رو به یک کانال خروجی آمپلیفایر متصل کردم. پراپ اسیلوسکوپ به خروجی مثبت کانال متصله. منفی اسیلوسکوپ رو از اینجا گرفتم و به منفی 0 ولت باتری متصل کردم. در مدارات صوتی مانند این ما زمین ثانویه هم داریم، ولی برای اسیلوسکوپ ما میتونیم از همون 0 ولت باتری برای تمامی قسمت‌ها استفاده کنیم. مولتی‌متر عقربه‌ای رو روی حالت AC قرار دادم. خروجی مولتی‌متر رو به همون کانالی که بلندگو متصله متصل کردم. به کمک برنامه فانکشن جنراتور یک سیگنال سینوسی رو وارد مدار کردم به کمک این کابل که به ورودی های RC آمپلیفایر متصله. حالا میخوام دوباره مدار روشن کنم و نوع سیگنال رو تغییر بدم. میرم رو کانال 1 با فرکانس 2 هرتز
به بلندگو دقت کنید. حالا سیگنال رو میبرم رو دندان اره‌ای. به اسیلوسکوپ دقت کنید. ولتاژ بالا میره و ناگهانی قطع میشه. شبیه همین حالتی که توی بلندگو هست. میخوام کمی گین رو اضافه کنم. شما الان حرکت بلندگو رو بهتر میبینید. حالا میبرم رو سیگنال مربعی که بدترین حالت برای بلندگو هست. دوباره میبرم به حالت سینوسی. حالا دوباره فرکانس رو اضافه میکنم. به حرکت پرده بلندگو دقت کنید. دوباره اونو کاهش میدم. حدود 4 هرتز. حالا میخوام ولتاژ DC خروجی رو اندازه بگیرم. فانکشن جنراتور رو خاموش میکنم. مولتی متر رو میبرم تا حالت DC. الان دارم ولتاژ DC کانالی که به بلندگو متصل هست رو اندازه میگیرم. توجه کنید مقدار خیلی ناچیزی داره. پس اگر در یک مدار در خروجی ولتاژ DC وجود داشته باشه، باعث آسیب جدی به بلندگوها میشه. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.